packages. سلام. سلام، مریض نمیبینم، شیفتم تمومه. تمنا؟ تمنا اکبری؟ فکر نمیکردم منو یادتون بیاد. نه، هیچ وقت اون روزا رو یادم نمیره. میتونم بشینم؟ چی میخوای؟ چرا اومدی اینجا؟ گوش نتونه؟ خب انگار بابایی زیر قولش زده دیر میاد، بنابراین میتونیم شاممونو بخوریم. محسنی؟ سلام، من پاتریک هستم. دوست خیلی خوبی دارم که پزشکه و سالهاست که در اروپا زندگی میکنه. موقعی که فاجعه زلزله بم اتفاق افتاد از اروپا به ایران اومد و خدمات فوق‌العاده‌ای رو عاشقانه انجام داد، خیلی خدمت کرد. متاسفانه اتفاق بدی واسش افتاده، مقامات بالا هم به ما دستور دادن یا خواهش کردن که هر کاری از اون برمیاد در رابطه با این دکتر کوتاهی نکنیم. علت شما اینه که اینجا کسی رو جز ما نداره. چه اتفاق براش افتاده؟ ظاهرا همسرش در فرودگاه با دخترش یه دفعه غیبشون زده. غیبشون زده یعنی دزدیده شدن؟ فکر نمیکنم. دوست پزشک من به شوهر سابق زنش مشکوکه. باید به سروان رضایی اطلاع بدیم. دقیقا اطلاع دادم خانم، منتها با توجه به سابقه دوستی طولانی که ما با هم داریم انتظار داری که ما کمکش بکنیم، چون جز ما کسی رو نداره. خب برای شروع چی داریم؟
تنها چیزی که من دارم آدرس خونه پدری زنشه، همینو بس. اگه قند میخوریم بیاریم. نه ممنون. محبوب خانم زنگ زده بود گفته بود سه شنبه میاد. از صبح سه شنبه همه جا رو آب و جارو کردیم، تمیز قشنگ نشستیم تو حیاط، زل زدیم به در، اما انگار نه انگار. تا نصف شب از دم در جم نخوردیم ولی خبری نشد. گفتیم لابد اشتباهی شنفتیم. چهارشنبه هم هرچی منتظر وایستادیم خبری نشد که نشد. نگران شدیم، زنگ زدیم به شهر محبوب خانم، دیدیم ای دل غافل از تیاره پیاده شدن ولی به خانه نیومدن. حالا تو راه کجا موندن کجا رفتن خدا عالمه. همانقدر که شما میدانید ما میدانیم. شوهر سابق محبوب خانم از اومدنشون خبر داشت؟ همانقدر که شما خبر داشتین. یعنی محبوب خانم نمیخواست که خبردار بشه، حتی میگفت از مرگ پدرش هم نباید با خبر بشه. چرا؟ انگاری بینشان هنوزم شکرابه. آقا علیرضا چه جور آدمیه؟ آدم خوب و آرامه بود. بعد از رفتن محبوب خانم به آقا سر میزد، یعنی آقا خودش میخواست. هر تابستانم از میوه‌های باغ یک سبد قشنگ درست میکرد میداد ما ببریم خانش. آقا هواشو داشت، آقا خدا بیامرز هوای همه را داشت. حالا شما بگین کسی با این اخلاق خوب باید در روز تو یخچال بمانه؟ قربان حکمتت خدا. خب چرا دفنش نمی کنیم؟ ما که اجازه نداریم، باید محبوب خانم بیاد خودش تصمیم بگیره. به نظر شما ممکنه تمام این ماجرا زیر سر آقا علی رضا باشه؟ که چی کار کنه؟ پول و پلهی به دست بیاره. به خانم شما آقا علیرضا رو نمیشناسین، پولو میخواد چه کار؟ برای آقا علیرضا یه چیز تو تمام دنیا مهمه، اونم دختری سحره که با مادرش بوده. نه چه میدانم. میشه آدرس آقا علیرضا رو به من بدی؟ مگه نمیخوای آقا تو از توی یخچال در بیاره؟ پس بجام دیگه. الو سلام مریم جون، چطوری؟ چه خبر؟ راست میگی؟ خیلی خوب. باش الان یادداشت میکنم، صبر یه دقیقه. خب بگو، یادداشت میکنم عزیزم، بگو. Thank you.
سلام عرض کردم. این قبض مال شماست. فرزانه سلطانی هستم از بخش جستجوگران بین الملل. میخواستم چند لحظه مزاحمتون بشم راجع به یه مسئله باهاتون صحبت بکنم. البته اگه وقت دارید. جناب آقای قربانی، خدمتتون عرض کنم که همسر سابقتون با دخترتون سه شنبه اومدن ایران. نمیدونم خبر داشتین یا نه. تا فرودگاه، وارد فرودگاه ایران میشن ولی بعد از اون ازشون هیچ خبری نیست. در واقع خدمتتون عرض کنم ناپدید شدن. ما از طریق همسر فعلیشون فهمیدیم که ایشون اومدن. امیدوار بودیم که متشکرم. ببینید آقای قربانی، میدونم که مدت هاست که از دختر و زنتون بی اطلاع هستین، یعنی همسر سابقتون، ولی هرچی باشه سحر دخترتونه. دختر وقتی مردم تو وصیت‌نامه حتما به این قضیه توجه میکن. الو علی،
خوبی ده بود؟ میشناسی؟ سبجم سرگون مخلصم، شما کجا اینجا کجا؟ یه چایی بعد بیاد جام سرگون. به جون بچم هر کجا نشستم گفتم اصلا زندگی ما مدیونی جام سرگونم. یادتونه چه کتکی بهم زدی؟ اگه اون کتک رو نمیزدی داود، الان معلومم کجا بود. تو هنوز دوربر فرودگاه میپلکی؟ نه به جون بچم، اصلا اون کتکی که بهم زدی توبه کردم گذاشتم کنار. الان تو این فرودگاه بزرگی هست جاده قم تهران و عروجا. سه شنبه کجا بودی تو؟ سه شنبه صبح که ساعت 12:12 من خواب بیدار شدم، نشستم تحریف موتور پسر خواهرم. تو سه شنبه فرودگاه بودی یا نه؟ نبودم به روح مادرم، ولی اگه شما بخوای بودم بودم. آم میخوای آمارشو وسط بگیرم؟ میگیرم. آره دقیق. شما سعی رو برگشتی سر کارت. داود قول و قرارمون که یادت نرفته. لال شب میزنیم بسنگو چایی منتظرم. آن الو سلام جان سرگل، داودم. خواب که نبودی؟ نه بگو. آمارشو واسط گرفتم. سه چهار نفر سه شنبه شب بیشتر تو فرودگاه نبودن. از میونشونم فقط یکی به کارت میخوره. کیه؟ اسمش شهرامه، با بهرام و دارو دستش کار میکنه. البته هنوزم نوچه هست. گردن اون حق داری سرگل، پا تو کشم واسه جستن. کجاست؟ شهرام we'll be right back.
خسته بود، کلافه بود، اینو دیگه فهمیده بودم. حتی این اواخر یواش یواش داشت به روی خودش می آورد. به زور که دیگه نمیتونستم نگرش دارم. بچه‌رم که با این وضعیت من نمیتونم نگه دارم. گفتم برو، برو هر کجا که دلت میخواد، ولی من دیگه چی میگفتین؟ آها، بسی میدونی شهرام برای کی کار میکنه؟ بهرام. آقا بهرام از تو زندون هم کار میکنه. برای تطوی قضیه رو در آوردم. قضیه تصفیه حسابه. زن و دخترت هم اونا دزدیدن.
یکم به دخترم آب بدین، قرش کرده. شما از جون ما چی میخواد؟ هرچی پول بخوام بهتون میدم، فقط خواهش میکنم بذارید ما از اینجا بریم بیرون. ما از شما پول نمیخوایم. پس چی میخوایم؟ ما ازتون میخوایم یه تماس بگیرید با شوهر سابقتون، بگید یه مدتی مهمون ما هستیم. الو، بله خودم هستم. الو بهناز، آروم باش لطفا. کجایی شما الان؟ آروم باش، به من بگو کجایی شما. ببین سحر کجاست، چطور حالش، کجایی شما؟ اصلا نگران نباش، ببین من نمیذارم هیچ اتفاقی برای شما بیفته، فقط حالا آروم به من بگو کجایی، چه اتفاقی افتاده برای شما. الو، الو، کی هستی تو؟ ها، با اونا چی کار دارین؟ الو، چرا جواب نمیدی؟ ببین خوب گوش کن. الو، 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 Ali Reza, please speak Farsi. I understand Farsi. Shama. I'm Patrick, husband of. Chigar Dadi. Do you see them? No. Excuse me. I disturb you. Nagarani, no? Yes. منم نگرانم. خیلی. They didn't went along. That's my fault.
نه فرقی نمی کرد. I'm here far from them. I'm scared. اینجا هم بودی فرقی نمی کرد. قضیه خیلی پیچیده تر از این حرف هست. Benazir said you are a brave man, a policeman all the time. Help me please, save them. سهر دختر منم هست. I had tried to take her always. بعدشون میگم. علی داری چی کار میکنی؟ یه بچه 6 ساله رو کشتم. سلام، کجایی؟ ای بابا، این دکتر کرامت هم که همش از زیر کار در میره. باشه، پس ما شاممونو میخوریم، غذای تو رو هم میذاریم توی فر. شب که اومدی بیدارم نکن. خداحافظ. بچه ها، ما شاممونو میخوریم، بابا امشب دیر میاد. خوب شده مامانی؟ خیلی عالی شده، ولی از دور. این بابای همش دیر میاد. آره، وقتی که اومد خونه باید حسابی دعواش کنی. زنگ بزنم دعواش کنی؟ خودم الان زنگ میزنم باش تو. ای با اون دستا. سعی میزنم بیمارستان. سلام، من سلیمیان هستم. ممنون، مرسی. میتونم با آقای دکتر صحبت کنم؟ کی رفتن؟ ساعت 4. ممنون، خدافظ. بابای چی شد؟ سر مریض بود، خودش زنگ میزنه. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. شما سفارش دادید؟